شب هنگام رسیدم شهرم که با قرص ماه روشن شده بود تاثیر عجیبی روی من گذاشت انگار خواب می بهتر بگویم واقعا خواب می دیدم. همه چیز سفید بود مثل اینکه برف باریده باشد برفی در ماه آگوست از میلان برای تعطیلات تابستانی هم برمیگشتم در آن نور همه چیز به نظرم همچنان غیر واقعی و متفاوت می رسید. در اطراف خانه هم که مدت طولانی بسته بود عطر شیرین سیب ها و عطر گزنده مریم گلی و رزماری می پیچید. زنگ زده بودند. درها گریش گریش می کردند. در زیر ناودان لانه پرستویی بود و در انتهای باغ همان درخت لیمویی که پدر بزرگم کاشته بود و انگامی که بچه بودم پدرم آن را از پنجره به من نشان میداد. رقت و دلتنگی کسانی که دیگر وجود نداشتند را اسم می کردن. پدرم و مادرم را سالها قبل از دست داده بودم با وجود این خاطراتشان در هر اتاق در اسباب و اساسیه در اشیا در گلدانهای گل در عکسهای روی دیوار در ملافه ها در همه جا میپیچید در روزهایی که سپری میشدند هم همه و هیاهوی شهر بزرگ را فراموش کردم. به زندگی به شیوه ساده تمامی همشهریانم هم بازگشتم که هرگز این سرزمین را ترک نکردند میخواستم همان تعداد کمی از دوستان را که ماندهاند باز ببینم. در مورد همه چیز با آنها صحبت کنم و در راه های طولانی شهر قدم بزنم. بازگشتن و توانایی گوش دادن به صداهای آشنا، آوای شناخته شده ناقوسها، عطر علف های حرس شده را حس کردن و دوباره مکانهای دوست داشتنی دوران بچگی را دیدن، بسیار لذت بخش بود. آنچه برایم اهمیت داشت، تمایل به دوباره دیدن سیریو بود. چوبان پیر، شاعر و فیلسوف، دوست دوران کودکی هم، سکندار قایقای قای بادبانی و الهام بخش بیشتر کتاب شبی در کلبهاش که در محدوده جنگل بود به دیدمش رفتم. با راه باریک و پربرگی روبرو شدم که باد آنها را انداخته بود. از محل زندگیش، از کلبه گرفته تا در چوبی، با یک تله و رشته خار حفاظت میکرد. اگر نمیخواست، هیچ کس نمی توانست داخل شود. از دوباره دیدنم خوشحال شده بود. با همان چشمان محبت آمیز و نگاه عمیقش مرا نگری است. لبخندش مرا به وجد آورد. از او پرسیدم حالش چطور است؟ بد نیستم. بد نیستم. زمستون سختی رو پشت سر گذاشتم. اما حالا خوبم. درختای بلوط بلوت کوهن هرگز تسلیم نمیشن. منو ببخشید که منتظرتون گذاشتم. اما در فکر غذا دادن به جغدی بودم که هر شب جلوی در خونه میاد و با چشمایی درشتش من نگاه میکنه. کمی بعد، بعد از اون که به من لبخند میزنه، به رو سخت برمیگرده. حالا تمام شب رو در خدمت شما هستم. سیریو با وجود سن زیادش، لبخند، تخیلات و آرامشش را هنوز از دست نداده بود و این مرا متعجب میکرد. متقاعدش کردم به یکی از مکانهایی برویم که معمولا قرار ملاقاتهایمان را در آنجا میگذاشتیم سکوی قدیمی نزدیک چشمه در میدان شهر در آنجا اغلب شبهای طولانی را با بحث در مورد زندگی و جهان میگذراندیم معمولا مصادف با همین ماها بود نشستیم و او نگاهی دقیق به آسمان انداخت دیدید چه شب روشنیه زمان شهاب ترانه مرتع در دهم آگوست رو بیاد میاری؟ ستارگان بسیاری بی دلیل در فضای آرام می سوزند و سقوط می کنند و به این دلیل است که قطع اشک درشتی در عمق آسمان می درخشد. گفتم قبلا تعدادی از اونها رو دیدم که از آسمون می و بعد در بیکرانگی خاموش می شدن. سیریو همیشه می توانست احساس چیزها را درست دریابد. حالا هم نگاه به شاب ها برای او فرصت یادآوری برخی از آرزوها بود. همیشه داستانهایش را با حکایت ها و اشعاری آکنده می که بیادش می آمد. توانایی گروش سپردن به سکوت آسمان ضروری است. برای درک ذره بیشتر از آنچه که بر روی این زمین هستیم. آسمان به ما کمک می کند تا به یاد بیاوریم که سکوتش همانند سکوت پروردگار است او ما را خلق کرد به ما هوش داد و روحی که ما را برای اداره زندگی آزاد میگذارد خوبی و بدی هدف و مسئولیتی برای ما هستند خدا در سکوت به ما مینگرد و درباره ما قضاوت میکند خدا مهربانتر و نزدیکتر است از آنچه تصور میکنیم این ما هستیم که او را دست نیافتنی میدانیم زیرا باورش نداریم نیایش طولانی هیچ سودی ندارد اگر نیاموزیم که کدامین راه میتواند ما را به سوی او رهنمون کند شناخت انسانها و اتفاقات هیچ سودی ندارد اگر از او دور بمانیم عاشق بودن هم هیچ سودی ندارد اگر قلب ما با آن ندا پاسخی ندهد سیریو حرفش را قطع کرد باز به با آسمان خیره شد دستش را به روی صورت استخانیش گذاشت به چشمه نگاه کرد به صدای آب گوش داد و با خاطره ای به زمان گذشته برگشت این سکوی سنگی سالها مکانی ام محل قرار ملاقات و گذرگاهی برای تخیلات ما بود با عبور از این تخت سنگا با هم بدون هدف و بدون زمان قدم ها زدی. هر قدم زندگی لذت و آرزو بود. در راه های سای آفتابی با هم قدم زدیم و خندیدیم. سال ها گذشته است چهره هامون تغییر کردن. تون صدامون عوض شده. اما در قلبمون همه چیز دست نخورده باقی مونده. چند سال پیش که شما پسر بچه بودی، ما مثل حالا وعده های غذایی مختلف رو در رستوران قدیمی میگذروندیم و روی ساحل دریا قدم میزدیم. بالای سر ما آسمون نظارگر ساکت وقایع انسانی و قاضی عادل بین خوبی و بدی بود. تا به حال هرگز به آسمان صحبت کردی؟ ساکت ماندم. زیرا چیزی نداشتم بگویم. این یکی از همان سآلهایی بود که سیریو هر دفعه با آنها مرا به دردسر سر بالاخره جواب دادم نه هرگز با آسمان صحبت نکردم. آسمان چه چیزی میتونه به من بگه؟ آسمان وسیع و بیکرانه. نمیتونه درک کنه که من وجود دارم. برای آسمان من تنها یه دونه شن هستم. سیریو بدون اینکه پلک بزند سراپا گوش بود. بعد گفت مسیرامون جدا شدن و هر کدوم از ما به سمت سرنوشت خودمون رفتیم. امشب در جایی نشستیم که انگام بچگی با دوستان به اینجا می اومدن. خاطرات مثل آب چشمه به بیرون فوران میکنن. مخصوصا یکی از اونها که باز مرا به زمانهای گذشته میبره. در اون زمان اتفاقی در زندگی مفتاد که هرگز فراموشش نکردم و دلیلش ستاره هایی که در دهم آگوست میان و سقوط میکنن. تمایل دارم اونو برای شما تعریف کنم. سیریو به آسمان نگریست. مثل اینکه در بیکرانگی چیزی را جستجو کند. سپس شروع به نقل داستان کرد. به محض اینکه جنگ جهانی اول تموم شد مردم برای امرار معاش سیب زمینی میخریدند و میفروختند تنها چیزی که باقی مونده بود سیب زمینی بود من تو خونه روستایی پدر و مادر بزرگم نزدیک شهر پیترسانته ساکن بودم روشنایی برق هنوز در همه خونه ها وجود نداشت و دو ها به جای تویوپای بادی همون تویوپای ثابت با نوار آهنی رو داشتند. حتی یه نفرم به دنبال دوچرخه بدون چرخ نمی رفت. چشما نگریان بودن و نخندان. جنگ جهانی اول برای همه دردی آمیخته با دودلی و ترس باقی گذاشته بود. کمی نور خورشید همیشه از فاصله بین ابرها نمایان بود. مردم متقاعد شده بودند که باید بارون بباره. یکی می گفت قطره بارون رو بر روی سرش احساس کرده. در حقیقت نه باد بود و نه بارون. تنها ابری بر روی دشت پایین آمده بود. حدودا ده سالم بود. با سری تراشیده و پاهایی برهنه از بهار تا پاییز تنها سرگرمی این بود که چرخ رنگ زده ای دو چرخه رو به روی جاده کنده شده دهکده بالا و پایین بچرخونم. بهترین دوستم گربه مو بود که به او آموخته بودم گلهای مینا رو در چمنزار جمع بری کنه. از پس هر کاری برمی هر زمانی که اونو تو خونه تعریف میکردم پدرم منو کودک میزد. روزا همیشه یه نباق بودم. آسمون آرام بود. اما مردم همیشه میترسیدن مبادا بارون محصولاتشون رو خراب کنه. بزرگترین عشق من اون بود که به دنبال لانه پرنده ها برم. دقیقا همون سهره جنگلی چون هم قشنگ بودن و هم عطر یونجه میدادن. در ماه جوان ما دا تخ میذاشتن. یه بار چهار تا و یه بار دیگه سه تا. تخما گرم، صاف و سبک بودن. وقتی که شکسته می شدن، جوجه های کچی که به دنیا می آمدن، که در اطراف درخت پر از صدای جکچیک اونها بود. یه بار صدای دو پرنده را از دور شنیدم. صدا می کردن. صدای اونا شبیه دعا و نیایش واقعی بود. یه بار دیگه از آشیانه پرندگان شنیدم که گریه می کردن. اونقدر آروم جیر میکردن که به زحمت شنیده می شدن. ستاره ها درخت ها حیوانات میفهمند اونس میگیرند و با ما زجر میکشند ما رو میبینند به ما گوش میدن و شاید میخوان با ما صحبت کنند اما ما نسبت به اون صدا ناشنوا هستیم بعضی وقتا روی علف های خیز شده از شبنم قدم میزدم و توجهی به قطرهای کوچک نمیکردم که درونشون پرتوهای نور خورشید داشتن. سیریو همچنان ادامه میداد سالهای سختی بود همونطور که قبلا گفتم مردم برای امرار معاش سیب زمینی خرید و فروش میکردند هر شب خواب یه تک نون با پنیر گوسفندی رو میدیدم که هرگز تموم نشند پدرم دوچرخه زنگ زده داشت که با اون به پنجم به بازار میرفت و با ساک اسیدی بزرگی پر از نمک، شکر و صابون به خونه برمیگشت. میوه ها و سبزی ها از باغچه چیده می شدن. تخم مرغا کم نبودن. زیرا پدرم به تعدادی مرغ که داشتیم تعلیم داده بود روزی دو تخم بگذارند هرگز نفهمیدم چطور این کار را انجام میده. مادرم دوشنبه ها برای تمام هفته نون می پخت. به نشانه برکت صلیب بزرگی بر روی اونا می گاهی اوقات نونی می و اون رو با دوستان میخوردم. و مادرم که زن مهربونی بود به پدرم میگفت اون رو فرشته ها برداشتن تا به فقرا بدن خونه ما در میان مزرعه بود و صد سال قدمت داشت بر روی نمای ساختمان نقش برجسته مرمری با شمایل الهه خورشید بود این تصویر تقریبا رو تموم خونه ها بود گفته میشد حامی ارواح گاهی در اون روزها جلو اون تصویر می ایستادن بچش رو به روی سینش می فشد. خیلی اوقات از او میخواستم منو هم در آغوش بکشه. اگر از من میپرسیدن که در اون دوران زندگیم چطور بوده، شاید نمیتونستم جواب بدم. وقتی که بارون میبارید، به شهر میرفتم. در روزایی که باد میوزید، باد هوا میکردم. در ماه جوان، بر روی درختان به جستجوی لانه پرندگان میرفتم. من اسیر جادویی بودم که هیچ کس قدرت درک اون را نداشت. سیریو ادامه داد. یه بار گدایی به من گفت میدونی کجا رفته بودی؟ نه نمیدونم. افسوس پس در خودت گم شدی. مسیر طولانی و پرپیچ و خمه. میدونی چه کسی میتونه دنیا رو نجات بده؟ نه نمیدونم. انسانی که در مزرعه خودش دونه گندم کشت میکنه. کسی که از اون چه داره خوشحاله. پیرمردی که شعر میخونه. کسی که حیوانی رو نوازش میکنه. کسی که بخشش رو میشناسه. هنگامی که برای اعتراف و دعای ایده پاک رفتم و آن را برای کشیش تعریف کردم، او به من گفت راه مستقیم رو به رهگذران نده، زیرا احمقانه سخن میگن، تنها به خدا اعتماد داشته باش. والدینم با اعتقادی عمیق زمین و چیزای ساده رو دوست داشتند. انجام وظیفه و نیکی مورد توجه خانوادن بود و با این طرز فکر من رو تربیت کردند. پدر بزرگم هر روز صبح وقتی که از خواب بلند می شد می پروردگارا حساب روزای زندگیم رو از دست دادم و باید به همسر بیچارم بپیوندم که در زیر خرها را خاک خوابیده خواب خیلی کار کرد و حالا استراحت میکنه. او منو دوست داشت. حالا هم که چیزی برای خوردن دارم به خاطر زحمات اوست. مولایم. از تو سپاسگزارم که به من اجازه دادی سالهای زیادی زندگی کنم. از تو خواهش میکنم به من مرگی آسان ارزانی داری مانند زندگی که داشتم با گوش دادن و حرفهای سیریو متوجه شدم که او قبلا هرگز از دوران کودکیش و آن زمان بسیار دشوار برایم صحبت نکرده بود تنها از روی هم نبود بلکه برایم جالب بود که واقعیت امر را بدانم زیرا والدینم هم در آن دوران میزیستند از سیریو پرسیدم سختی های بعد از جنگ چقدر طول کشیدند این چیزی بود که به من نهیب میزد و میخواستم بیشتر در مورد آن بدانم به من پاسخ داد با گذشت زمان زندگی کم کم به حالت طبیعی برمیگشت در طول هفته همه کار میکردند چه روز قشنگی بود اون روزی که کسب و کار از سر گرفته شد خوردن اولین و دومین وعده غذایی متداول شد و در روزهای جشن همیشه نارنگی و شیرینی و انگور وجود داشت. در پونزه سالگی با یک گروه در جاده آورلیا دوست شدم. همگی با هم برای یافتن لانه ها رفتیم و برای شکار مارمولک گلاب سنگ درست میکردیم. کردیم. آن شب سیریو برای اینکه از زندگیش بگوید به گذشته های دوری رفته بود. از کوره راهایی میگذشت که او را به دوران بچگی هدایت میکردند در حالی که همه چیز در اطراف آرام بود و به نظر آسمان در بالای سرمان با گوش دادن به حرفهایمان در آن ماجرا صحیح میشد رویای خیالانگیز سیریو در افقهای دور پشت سرش آن چیزهایی را کشف میکرد که تقریبا همیشه به عنوان رازی پنهان شده بودند رویا قطاری است که به سمت صحراها جنگل ها و شهرها حرکت می کند. اگر کسی شانس بیاورد و بر آن سوار شود هرگز پیر نمی شود. زیرا هر آنچه که امتحان می کنیم و می بینیم نه زمان دارد و نه مکان. لازم بود با دقت به داستانهایش گوش فرا بدهم و برای وقفهایش نیز اهمیت قائل شوم چون همیشه معنی خاصی داشتند. به خصوص تعمل در مورد عباراتی که برای تکمیل داستانش می گفت. با بیوسلگی پرسیدم کدوم داستان بود که قول دادی برام تعریف کنی؟ گفت کم کم به اون میرسن. میخواستم برات چهر بدم که از اون به بعد فضا چطور بود. چطور زندگی کردیم و طرز تفکر چگونه بود. در اون زمان عزیزترین دوستانم کوزین، الفی، استفان، فدریک، روبرت و جیونا همگی سالم و شاداب بودند. از صبح تا غروب در هر آب و هوایی میدویدیم. در شبهای تابستون در همین جا قرار ملاقات میذاشتیم روی این سکو میشستیم و زیر همین آسمون ساکت گاهی ستاره ها رو میشمردیم و غرق در بیکرانگی میشدیم سیریو ادامه داد الفیو از همه ما بزرگتر بود تو آمریکا متولد شده بود به بلافاصله بعد از جنگ به کشور برگشته بود یه بار برای ما داستانی رویایی تعریف کرد که از پدرش شنیده بود مردها و زنها لباسای شیک پوشیده بودند و تو خیابونان قدم میزدند مردا سیگار میکشیدند و زنها بستنی میخوردن تو میدون بزرگ موزیسین های مختلف بر روی سکوی چوبی بی وقفه و بچه ها مرتب از گوشه ای به گوشه دیگه می دویدن. الفیو به ما گفت که این جشن یه جشن عروسی بود. تقریبا همه از روی هیجان گریه می کردن در حالی که موسیقی نواخته میشد. جشن تا طلوع خورشید طول کشید. مردا از خود بی خود بودن و زنها مسئولیتشون این بود که وسایل را سر جاشون بذارن و اجازه ندن مردا زیاد کار کنند. عروس جوون با چشمای خسته و لباسای رنگی بر روی صندلی به خواب رفته بود. الفیو گفت میدونید اون دختر کی بود؟ با هم جواب دادیم نه. گفت اون دختر مادر من بود. اونا با هم در اون روز ازدواج کردند و من در آمریکا متولد شدم. الفیو همیشه داستانهای طولانی تعریف میکرد. میگفت خواب اقیانوس رو دیده و به سرزمینهای دور سفر کرده ما تا دیر وقت خیره به لبایش نگاه میکردیم تا زمانی که ساعت برج کلیسا نیمه شب را نشان میداد. یک بار هنگامی که بر روی سکو نشسته بودیم احساس کردیم جغدی فریاد میزنه توتومیو توتومیو. از عمق میدون صدای دیگه جواب میداد توتومیو توتومیو. الفیو گفت شنیدی؟ همه چیز از آن اوست. شب متعلق به اوست. تنها او. تا سپیده دن به آرومی از سخفی به سقف دیگه ای پرواز میکنه و بر روی شهر فرو رفته در خواب تا صبح بیدار میمونه. با یادآوری خاطرات الفیو چشمان سیریو که به آن زمان دوخته شده بودند میدرخشیدند. دوست دانا و شاعر من ادامه داد شبهایی رویایی بودند. از آرزوها می گفتیم و به ستاره ها نگاه می کردیم. هایی که دو حلوایی بوداده می خوردیم. گای الفیو با ترانه سخن ما را قطع می کرد. ترانه های ماه می رو می خوند. الفیو اونها را از پدر بزرگش به صورتی در هم یاد گرفته بود. یکی از بعد از ارای شنبه ما را به کوهستان برد. الفیو ترانه می خوند و اون را با احساس و صدای آهنگین تکرار می کرد. ما به او گوش می دادیم و خدا میدونه در حال دنبال کردن چه رویایی بودیم. یکی از اون قطعات ترانه های ماه از یک گروه مثل ما سخن میگفت و این شروع میشد. این داستان پسرهای دشته که بر دنیای بی انتها بازی میکردند برگ رو برای ساختن قایق کوچک جمع می کردن تا بر روی رودخونه رها کنند. آب رودخونه با سرعت به سمت دریا می رفت. و خدا میدونه اون قایقای کوچک ساخته شده از برگ به کجا برده شدن خدا میدونه به کجا برده شدن سیریو ادامه داد ما به هیچ دلیلی خوشبخت بودیم با پرنده ها زندگی میکردیم یه بار در مزرعی شوخ زده و بعض پاشیده هزاران چکاوک رو دیدیم که در بین کلوخا به سرعت میپرند هر یک دونه گندم به نوکش میگرفت و بعد همه با هم به سمت آسمان برای گذاری از آن بخشش خداوند پرواز میکردن. ما هم مانند اون چکاوک بودیم و آواز خوشبختی رو در دنیا میخوندیم. به نظرمون میرسید که روز و شب در دست ماست و مرز بین تاریکی و روشنایی رو برای کشف افقهای تازه دنبال میکردیم. سیریو همه چیز را به گونه به یاد می که گویی خودش دوباره در آن زمان زندگی می کند. هم همه ها صداها و آوازها را تکرار می در گفتارش تخیلات واضحتر از همیشه جلوه می کردند. به نظر می رسید آن خاطره بیشتر از بقیه در قلبش باقی مانده است که می خواست به خاطر من دوباره در آن زندگی کند. زیرا از آن معنی امیر حاصل می شود. سیریو ادامه داد. یه شب الفیو تعریف کرد که در انتهای دشت رو به کاجستان بزرگی وجود داشت. تپری سرسبز و پر از رمز و راز. یه نفر بین درختای اونجا صداهای عجیبی شنیده بود. بقیه می گفتن هستند هستن که آواهای آهنگینی به اطراف پخش می کنن. الفیو مدت طولانی در مورد آن صحبت میکرد و در رویای ما اونجا رو تبدیل به مکانی جادویی کرده بود. تمایل داشتیم بدونیم اون مکان کجا قرار داره و الفیو می گفت پایین اون قسمت که مزاره گندم تمام میشن، اون اونجایی که خورشید غروب میکنه خیلی بزرگه هرگز انتهایی نداره. الفیو در حالی که همچنان محو رویه های خودش در مورد آن مکان بود اشاره میکرد به بعض از حیوانات که در گیاهان انبوه ساکن بودند و بازوانشون رو در هم تنیده بودند مثل اینکه انگار از باد باشند چطور میشه به اونجا رسید؟ الفیو پاسخ میداد از جاده آورلیا میشه به اونجا رفت تا به ترمایولا رسید در طرف راست جاده یه خونه قرمز و جاده باریک و مستقیم هست. به محض اون که وارد جاده بشید بعد از نیم ساعت پیاده روی میتونید کاجستان رو ببینید. این روزا کاجستان در زیر نور خورشید چنان میدرخشه که انگار برگای سوزنی کاجا نقرگون هستن. روزی سوار گاری شدی. گاوهای نر سفیدون رو میکشیدن. گاری برای بار زدن علوفه به جای دیگه میرفت. اما دهوان ما رو سوار کرد. زیرا پدرم رو میشناخت و با او دوست بود. دو. در طول مسیر از او درباره کاجستان پرسیدیم و اینکه شما هرگز اونجا نبودید. گفت نه، اما بزرگه. خیلی بزرگ. تا نزدیکی ساحل میرسه. با بالا رفتن از درختای کاج میشه دریا رو دید. یکی از ما پرسید چه چیزی تو کاجستان هست که دیوان گفت انبوی از درختها. تعداد زیادی پرچین، کوره راهای فراوون، رودخونهی با آب زلال، علفای بلند، باد که باعث سر و صدا در بین کاجا میشه و پرنده هایی که در همه جهت پرواز میکنن. پرسیدیم در اونجا هیچکس ساکن نیست؟ هیچ کس نیست جزی دیوونه که در کلبه حسیری همراه سگش زندگی میکنه. پرسیدیم چرا اونجاست؟ میگم به دلیل یه شکست عشقی. چطور میشه اونو ملاقات کرد؟ سخته. وقتی که کسی رو میبینه فرار میکنه و در بین علف های بلند مخفی میشه. مثل یه جنگلی زندگی میکنه. هر چیزی رو که پیدا میکنه میخوره. مرد عجیبیه. میگن نفرین شده است. اغلب سازدهانی میزنه. یکی از ما دوباره پرسید این دیوونه چند ساله هست؟ سنش مشخص نیست. میگن پیرتر از سنش به نظر میرسه. اما نباید سن زیادی داشته باشه. پدر و نداره؟ یه مادر پیر داشت که تو خونه ای در بین دهکده زندگی میکرد. حالا هم مرده و به این ترتیب این مرد تنها مونده. راستی فراموش کردم به شما بگم که در بین کاجستان اسبی وحشی هم زندگی میکنه. سفیده مثل برف و او هم نمیذاره هیچکس نزدیکش بشه. اسب مرموزیه. سیریو همچنان برای من تعریف میکرد. به این ترتیب گاری از میان دهکده سرسبز رد شد. صحبت های پر از کنجکاوی بود. به نظر می رسید سفری طولانی انجام دادیم و برای کشف دنیای مرموز از خونه دور می شدیم. آغاز ماه سپتامبر و فصل بلال بود. برگا شروع به زرد شدن کرده بودند. هوا پاک و معطر بود. گاوها با قدرت حرکت می‌کردند و ما خوشبخت بودیم. ماجراجویی رو دوست داشتیم. الفیو با صدای بلند ترانه میخوند. اونجایی که هرگز فکر دستیدن به اون رو نمیکردن، هیجان اونها همچون دونه ای بود که در عشق متولد شده باشه. به نزدیکی کاجستان رسیدیم. چقدر بزرگ بود. به نظر واقعا تپه ای می رسید. رنگ قهوه‌ای تنه کاجا به نظر شبیه تعداد زیادی ستون بودند که از آسمان سبز محافظت میکردند. از گاری پیاده شدیم و به درون انبوهی از گیاهان رفتیم. پابرنه در راههای های بادی که قدم زدیم که به درون جنگل می رفتن. توضیح در مورد اون که تجربه کردیم سخته. به نظرمون می رسید که واقعا خوشبختیم. هیجانی که تا سالهای بعد هم حس می شد. وقتی برای نخستین بار سوار قایق بادبانی شدیم و شبی که بعد ما کامل بود ساحل عریض رو نگاه کردیم احساسات تکرار نشدنی بودند. از خورشید جاودانگی می آفدن. روز خاطر انگیزی بود. خیلی چیزا دیدیم. از اونجا به سمت دریا راه یافتیم. اونجایی که نیهای انبو مرز کاجستان را مشخص میکردند. سر از پا نمیشناختیم. میخواستیم دریا را ببینیم. اما گاری برای بازگشت منتظر ما بود. دیغان علوفهاش رو بار زده بود. سیریو بعد از آنکه نفسی تازه کرد به حرفایش ادامه داد. پس از اون روز روزهای دیگه هم به همون اندازه برای ما هیجان انگیز بودن. مسیر پیاده رسیدن به کاجستان رو با عبور از میون مزرعه ها و تاکستان های انگور یاد گرفتیم و از اون پس کاجستان تبدیل به مخفیگاه ما و دنیای واقعی ما شد. در اون مورد با هیچ کس نه در خونه و نه در مدرسه هرگز صحبت نکردیم. اون مکان فقط مخصوص ما بود. در اونجا تمام روزها رو در کنار درختان سپری می کردیم. و از رودخونه سنگای عجیب میافتیم. روزی در حالی که از اونجا میگذشتیم، الفیو ما رو مجبور کرد بیستیم تا ببینیم مایا چطور شکار میشن. بیشتر اوقات از طریق راهای باریک و پرپیچ و خمی به درون کاجستان میرفتیم. خوشبختیمون رو در سرسبزی، در صدای پرندگان، در گرگور گرباقه ها، در سر صدای حیوانات دیگری که برای ما ناشناخته بودند باز میافتیم. غیر از شکار مایی الفیو ما را مجبور کرد لونه پرنده ها رو بر روی بلوط ها و کاجا ببینیم و برای ما تعریف کرد معمولا اون پرنده ها همیشه میان و در همون مکان لانه می سازن. به طرز ماهرانه از ها بالا رفتیم. کافی بود زانوهامون رو طوری خم کنیم که پوست درخت گلاب بشه. با این روش میتونستیم خیلی بالا بریم. یه بعد از ظهر هفت نفری از درخت های مختلف بالا رفتیم و از اون بالا با هیجان فریاد خوشحالی سر دادیم. کوزیم که از همه ترسوتر بود زد زیر گریه استفان به طرفش برگشت فدریک آواز کوکو را تقلید کرد روبرت خشمین فریاد زد چون مرچه ها از تن و بدن اون بالا می رفتن. جیونا در بین شاخه ها تاب می خود و الفیو آواز می خوند و فریاد میزد. از این بالا حتی آمریکا را هم می شدید. من از دور دریا را نظاره می کردم. می که شاید سرنوشت من در اون باشه. در اون سالهای خوشبختی جستجوی لونه ها بیشتر از بازی در محبت کلیسا برای ما شور هیجان داشت. ماها به نظر ما خیلی طولانی می رسیدن. فصل زیاد طول می کشیدن و روزهای بهار هرگز پایانی نداشتند. در اون روزها اغلب به خاطر عشق و پرنده ها نمی تونستم بخوابم. موقعی که پرنده های کوچک می مردن حالا بد می شود. هر دونه ای که پیدا می کردم برای من خوشبختی بزرگی بود. اون کوچولوها رو با پرای نرمشون تو دستام می فشردم، اونا رو می بوسیدم و از حس عطر اونا که بوی علف میداد خوشم می عشق خوش ما برای لونه ها اونقدر شدید بود که به بیقراری مادرشون توجهی نمیکردیم. چقدر فریادای مادرها رو میشنیدیم. در اون سالها چه عشقایی که اون مادرها به خاطر جوجه نریختن. عشق ما عشق ای بود. در سنی بودیم که همه چیز به نظر ما زیبا می رسیم. من مثل همیشه آنقدر کنجکاوانه به حرفهای سیریو گوش میدادم که گویی همه حرفهایش جذاب است اما آنچه بیشتر از همه توجه هم را جلب کرد قضیه آن دیوانه و آن اسب بود دو ساکن مرموز کاجستان در مورد آنها میخواستم بیشتر بدانم سیریو برایم ماجرا را بر اساس اولویت تعریف میکرد اما بالاخره به اینجا رسید که یه روز تصمیم گرفتیم به دنبال کلبه اون دیوانه بگردیم پس از جستجوی سخت و خسته کننده دریافتیم کاملا بیفایده است. او مکانی را انتخاب کرده بود که کشف اون دشوار بود. برعکس، یه روز بعد از ظهر از دور متوجه اسب سفید شدیم. همون طوری بود که صاحب گاری توصیفش کرده بود. به نظر شبهی میومد که در فضای سرسبز بزرگ حرکت می بدون سر و صدا به اون نزدیک شدیم. حیوان مراقب ما بود. عقب رفت. سرش رو بلند کرد و شیه کشید. اغلب با علف تازه در دست میخواستیم نظر او را جلب کنیم اما اصل اون چرا که به او میدادیم نمیخواست و عقب میرفت به زمین پا میکوبید و عصبانیتش را نشون میداد وقتی به شهر برگشتیم از توصیه های مردی استفاده کردیم که تجربه اهلی کردن اسبار را داشت او به ما گفت با حیوان به مرایمت و بدون فریاد زدن ارتباط برقرار کنید اگه لازم بود روی علفا بشینید و صبر کنید تا به آرامی نزدیک بشه. ارتباط شاید به تدریج و روز به روز به وجود بیاد. مرد برای من تعریف کرد که عصف برای اونس گرفتن کمی وقت صرف می کند. اما بعد تا لحظه مرگ وفادارند. و نصیحت و حرفهای این مرد راه برای ما هموار شد و در نهایت یک روز اتفاقی افتاد که ما را متحیر کرد. ما آنجا بر روی علف نشستیم و آرام منتظر ماندیم. الفیو ترانه معمولی برای حیوانات میخواد. بچه های دشت به بیشهای مرموز برخوردند. با ترکایی از نی و شاخهای کوچک قایقی از برگ ساختند. لبخند زنان آن را در آب رودخانه گذاشتند و با چشمان سهر شده دنبالش کردند. آن بچه ها بدون اینکه بدانند بر کرانه دنیاهای های بی انتها در حال بازی بودند. به نظر می رسید اسب آواز الفیو رو می شند. چون به آرومی به سمت محرکت کرد و در چند متری ایستاد. الفیو دستش رو برای نوازش او بالا برد و اسب بی ایستاد و لحظه ای بعد به ما نزدیک شد. تونستیم با دستامون یالهاش رو لمس کنیم. زیبا، بلندقامت، با موهای براق و سمهای کشیده بود. همگی در اطراف او بودیم. فرار نمی کرد. هر کدام از ما با دستهای من او را نوازش کردیم. با هم دوست شدیم. و بعد در حالی که به دویدنش می که چقدر سفید بود در میان درختان، او را ابر نامیدیم در حقیقت به نظر شبیه ابری بود که با فشار باد در میان سرسبزی جنگل حرکت میکرد تقریبا هر روز به دیدنش میرفتیم و برایش علف و گنجه میچیدیم برخی اوقات به او حبه غند میدادیم وقتی تا عمق چمنزار میدوید دنبالش میکردیم و او سبقت میگرفت و در بین علفهای بلند و پرچینها ناپدید میشد گرچه برای چند دقیقه از ما دور میشد اما لحظاتی بعد در حالی که شیه میکشید باز میگشت به چهار نر رفتنش و به شیهه کشیدنش عادت کرده بودیم زبان خاصی داشت و با همان زبان سعی میکرد با ما ارتباط برقرار کند اغلب برای ساعتهای طولانی با او بودیم سعی داشتیم حرکاتش سکوتش و انتظاراتش را بفهمیم روزی هنگامی که به جمنزار رسیدیم ابر یا همان اسب سفید در محبتهی به صورت دایروار شروع به یورت رفتن کرد و بعد از چرخ زدنهای بسیار ایستاد و به ما نگاه کرد. چشمانش می درخشید. به نظر دو آینه می آمدند که در آن سبزی دشت باستاب می آفد. لحظه جادویی و غیرعادی بود که ما را تا غروب بدون کلامی در آنجا نگه داشت. اسب سفید میخواست به ما پیغامی بدهد. تصمیم گرفت به ما بفهماند که در آن بیشزار رازی نهفته است. سیریو استراحت کرد. یکی از همان وقفه های همیشگی برای روشن کردن ابهامات و با دقت به میدان نورانی نگاه کرد. از او پرسیدم به چه دلیل در زیباترین بخش داستان مکس میکنید؟ شاید سعی دارید چیزی مخصوص رو به یاد بیارید که باعث تعجبتون شده. برای جواب منتظرم نگذاشت. فراموش کردن گذشته به مفهوم فراموش کردن خودمونه. من امشب در زیر این آسمون پرستاره دوباره در اون زمان زندگی میکنم. همونطور که قبلا هم زندگی کرده بودم. هرگز حس خوشبختی نمی کردم اگر رویاهای خیال انگیز رو فراموش کرده بودم. تنها خاطراتی که با تغییر فصل ها باقی می مونن اونهایی هستن که به خاطرات عشقی و دوستی تبدیل می شن. بقیه اونها رو باد مثل برگای پاییزی می ریزه. ایمان دارم چیز خوبی در پس گذشته هم بوده که همیشه با آرامش قلب قدم برداشتم و هرگز از هیچ کس متنفر نبودم. رد پاهای ما در زمین نوری هستم که با به وجود آوردیم و هنگامی که کسی بعد از ما در همون مسیر گام برداره متوجه میشه که در راه مستقیمه. با جادای خاکی مقابله کردم. با سنگای بسیاری مواجه شدم. اغلب در خودم غرق شدم اما هرگز امیدم را از دست ندادم. در همون سن نوجوانی راههای های میانبر را شناختم و بدون خستگی به جایی که خواستم رسیدم. به غیر از شور جوانی چیزی نداشتم در جوانی نمیشه فهمید که بازی آب رازهای اقیانوس رو یک درخت رازهای جهان رو و یک دوست حس صداقت رو مخفی میکنند سالها قبل در اینجا دو پسر بودند یکی از اونها زیاد سازدهانه میزد و دیگری همیشه با دقت گوش میداد هنگامی که اولی آهنگی در مورد دریا مینواخت دیگری به انباج نگاه میکرد و هنگامی که آهنگی در مورد باد مینواخت دیگری خشخش درختان رو به صدا در می آمود. هر دو پسر خوشبخت بودند اما روزی که یکی از اونها شنید دوستش به دور دست رفته از اون پس دیگه هرگز سازدهنی نزد. گهگاهی سیریو با مرس به نقل داستان ادامه میداد و باستاب صحبتهایش را در آن نقل می کنجند. بنابراین برای من دانستن داستان اصل سفید و مرد دیوانه بیشتر از هر ماجرای دیگری جذاب بود. از آن پس من هم در وسعت جادویی کاجستان داخل شده بودم. داستان سیریو مرا از دنیای پرهیاهوی شهری دور میکرد که در آن جاندار بودن تنها یک شماره است. همراه با دوست فرزانم در حال عبور از مسیرهای با ترابط دهکده بودیم. آنجایی که برخی از احساسات با گذر زمان دست نخورده باقی می مانند. مرد عجیب به حرفاش اینطور ادامه داد. مرا دیوانه خطاب می اما این گونه نیستم. من برای تحمل دردی بسیار بزرگ در این کاجستان پنهان شدم تا به کسی آسیب نرسانم. اگر در شهر بمانم، اتفاق غیرقابل جبرانی می که به میله های زندان ختم می شود. زندگی بسیار دشوار در تنهایی را ترجیح دادم تا به عذاب وجدان دچار نشوم. دیوانه نیستم. به همه بگویید دیوانه نیستم. چه چیزی در مورد من می دانند آنهایی که کنجکاوند بدانند چگونه زندگی می کنند؟ چه چیزی می توانند بفهمند از عمق روحم؟ چرا از من انتقاد می کنند اگر نمی دانند در باطن چگونه هم؟ هر کدام از ما می تواند در بهشتی در عمق روح از زندگی کند؟ چرا حرف می زنند اگر حقیقت را نمی دانند؟ مرد حرکت کرد تا به حرفاش ادامه بده. در چشمای روشن بزرگش نقاب اندوه موج میزد. به نظر می رسید خاطرات او را مثل تیغ سوراخ می کند. لباس های مندرسی که به خوبی او را باز می در اطراف بدن نعیف او می پیچیدند. به نظر شبیه یکی از اون مترسکایی بود که دیگان برای دور کردن پرنده ها و جونورا در مزاره گندم می زارند. ما متحیر، متعجب و خاموش بودیم. منتظر بودیم مردی که تبدیل به افسانه شده بود سفره درش رو باز کنه و برای ما حرف بزنه و او ادامه داد درباره من چه چیزی به شما گفتند تنها اینکه دیوانه و نفرین شده هستم حقیقت ندارد حقیقت ندارد حرفهای آدمهای بدجنس را باور نکنید آنها همان تخت سنگهای عظیمی هستند که از کوه به سمت پایین میغلطند برای ضربه زدن و منادم کردم من به کسی بدی نکردم به اینجا آمدم تنها برای اینکه رنج نکشم داستان مرا در شهر همه میدانند از ترس اینکه به خطر بیفتند ادعا میکنند چیزی نمیدانند اینجا هستم برای سرکوب درد عشق بزرگی که از دست رفته برای یک خداحافظی بیدلیل مرد سخنانش را قطع کرد و به نظر میرسید ترانه ما باز شنیده میشه بچه های دشت متوجه شدم که عشق آسمان را، ها را و دریا را هدایت می کند. متوجه شدم که قایق کوچک از برگ ساخته شدهشان هم تنها با انرژی معنوی رویاه ها شناور است تا بتواند به دریا برسد. سیریو ادامه داد مرد افسانهای کاجستان یه دفعه سرش را به سمت ما چرخوند. چشماش با لبخندی می درخشیدن که هرگز قبلا ندیده بودی. در بین درختها به محل پرچین ها نگاه کرد و با صدای بلند فریاد زد. اسب اسب کجایی؟ دوباره به ما خطاب کرد و گفت. اسب سفید. او بود که شما را به اینجا آورد. این اسب اغلب به اینجا میاد و با لامپو سگم بازی میکنه. او دوست ماست. سگ با شنیدن اسمش شروع به بالا و پایین پریدن کرد و به صاحبش نزدیک شد تا او را نوازش کند. مرد عجیب دوباره دهان شد اگر اسب شما را تا اینجا آورده سرنوشت است. پس لازم شد تمام حقیقت زندگیم را بدانید. من بیست ساله بودم که عاشق دختری به نام جولیا شدم. دختری دهوانزاده بسیار دوست داشتنی. بسیار با محبت. اگر پروانه ای می مرد گریه می کرد و انگامی که بهار می آمد می خندید. او را ببخش خداوندا به او کمک کن مولایم آنچه اتفاق افتاد تقصیر او نبود یک روز صبح در میدان شهر با او آشنا شدم از جمع عبادت کنندگان جدا شد و به من لبخند زد یک شنبه بود نخستین روز از پنجمین ماه سال جشن بهار دیوانان بر روی درهای شاخه های گل میگذاشتند همه جا غرق در شادی بود زنان سوپ لوبیا سوپ ماهی بخته بودند. غذا به اندازه همه بود. حتی فقیرها که از این خانه به آن خانه می رفتند. مردها کارت بازی می کردند. بچه ها به دنبال مرغا در مزرعه می دویدند. همه می خاندند. خودم را آنجا بسیار نزدیک به جولیا یافتم. اتلگی ها استخد دوست می داد. به نظرم می رسید که قلبش به سرعت می تفند. شب مردها در محبته وسیعی آتش روشن کردند. با تکه چوب شعله ها زبانه می و در حالی که جرقه هایی متساعد می شد مردم بی مبالات و شاد بودند. دست ها را به هم می گرفتند و در اطراف آتش حلقه می زدند. جولیا و من در همین نقطه صورتمان را رو به آسمان بیکران گرفتیم و عشق ما به عشق بزرگی تبدیل شد. مرد عجیب با احساسی عمیق از عشق صحبت می کرد. به نظر نمی رسید دیوونه باشه. ما را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بعد از کمی تحمل داستان عشقش را ادامه داد روزی خودم را به پدر جولیا معرفی کردم او به من قول ازدواج با دخترش را داد به شرط آنکه که خانه ای مهیا کنم و یک تکه زمین بخرم اما من هیچ چیز نداشتم پدرم خیلی وقت بود مرده بود مادرم در یک پانسیون کوچک زندگی میکرد اما من قوی و جوان بودم و کار میکردم همه مرا دوست داشتند چون همیشه شاد بودم به پدر جولیا گفتم برای کار به خارج از کشور می روم و پول پس انداز می کنم. قبول کرد. اما جولیا گریه کرد و وقتی فهمید این کار برای ازدواجمان ضروری است آرام شد. پس در یک کارگاه ساختمانی در سالیسبورگ و اتریش کار پیدا کردم. آنجا داشتند کلیسا می ساختند و برای سنگکاری احتیاج به یک جوان قوی داشتند که از داربست بالا برود. کاری که به من پیشنهاد شده بود کار سخت و خطرناکی بود. اما در قبالش پول خوبی میدادند. در آخرین روزها من و جولیا همیشه با هم بودیم. ساعتها در میان مزارع قدم زدیم و در مورد آیندهمان صحبت کردیم. روزی در حین یکی از پیاده روی طولانی من به این کاجستان رسیدیم. مدتی طولانی ایستادیم و به درختان کوهن نگریستیم. جولیا گفت جای بسیار زیبایی است. گلهای وحشی و برگهای خوشبوچید. چید. با هوش و پر احساس بود. شعر هم می گفت. اما نگاه به قلب او را می فشد. مثل من فقط مدرسه ابتدایی را گذرانده بود و بعد به اجبار پدرش مشغول کار در مزرعه شده بود. در آن زمان تقریبا سرنوشت تمام بچه های اینگونه این گونه بود. آن روز مدتی طولانی در مورد زندگیش با من صحبت کرد. تقریبا از احساس درونیش با خبر شدم. بالاخره روز رفتن فرا رسید. روز غمانگیزی بود. خیلی غمانگیزی. من سرزمینم را برای نخستین بار ترک میکردم. مبهود از پشت شیشه های پانسیون و عشقای مادرم نگاه میکردم که تنها میماند. دردی که به نظرش اینقدر بزرگ میامد در چشمانش به گونه دیگر بود و صدای خداحافظیش مانند فریاد دردناکی به نظر میرسید. گریه های جولیا بدتر از گریه های او بود. گاهی می و آن چشمان خیس شده از عشق که در آن حقیقتی مخفی شده بود را می‌نگریستم. و هنگامی که دور می شدم جاده اشکالود بود. به عقب برگشتم. هرگز چون این گریه ای ندیده بودم. تصمیم گرفتم برگردم و هنگام طلوع خورشید فردا عظیمت کنم تا هیچ کس را نبینم. چشمان جولیا احتمالا قلبم را می فشد. فردا صبح زود با دو چمدان سنگین به ایستگاه رسیدم. چمدان ها شامل تمام وسایلی می شدند که برای گذراندن یک مدت طولانی دور از خانه احتیاج داشتم. سوار قطار شدم و صورتم را به شیشه پنجره کوچک قطار چسباندم. شهرم را می دیدم که به آرامی دور می شد و سپس در مه رقیق صبحگاهی از نظر می افتاد. آن لحظات قلمم را می فشرد. در حالی که قطار دور می شد گریه می کردم. وقتی به اتریش رسیدم روزهای زیبای سپری شده با جولیا در خانه والدینش به ذهنم رسید. بزرگ بود. دور تا دورش با مزرعه و درختان احاطه شده بود. زمین به عنوان دارایی واقعی زندگی مورد توجه بود. من و جولیا تمام مدت در کنار بخاری می در حالی که باد بین شاقه های درختان زوزه میکشید بعد از یک مسافرت طولانی در بین کوهستان و راهنها به ایستگاه سالیسبورگ رسیدم. برف میبارید و سرمایه برنده ای صورتم را یخ زده بود. ناامید شدم. میخواستم برگردم اما باید مقاومت میکردم. در غیر این صورت شاید رویایم به حقیقت نمی پیبست. سخت کار کردم. با برخی ایتالیایی هایی که در آنجا مدت زیادی کار میکردند دوست شدم. به من کمک کردند از اولین مرحله و بسیاری از مشکلات با موفقیت بیرون بیایم. در یک اتاق مبل زندگی میکردم. صاحب خانه خانمی بسیار مهربان بود. همه چیز را مرتب میکرد و هر شب که به خانه برمیگشتم یک بشقاب غذای گرم میداد. از صبح تا شب کار میکردم. حتی خستگی به سراغم نمی آمد. هر شب برای جولیا نامه می نوشتم و او هم همین کار را میکرد. روزها و ماها تا پایان سال اول ورودم به اتریش به خوبی سپری شدند. حتی برای اید به خانه برنگشتم تا پولی برای سفر خرج نشود. مقدار قابل توجهی پول کنار گذاشته بودم. خوشحال بودم که رویایم بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شد. همه چیز به بهترین شکل ممکن سفری شده بود. اما ناگهان یک روز نامه ای از جولیا دریافت کردم که زندگیم را به هم ریخت. او نوشته بود دیگر نمیتواند با من ازدواج کند. چون پدرش قول او را به مرد دیگری داده. مردی که پولدار و صاحب املاک فراوانی است. در منده و سرخورده شدم و این حس دائم برایم تکرار می شود. نمی توانستم با خواسته والدینش مخالفت کنم. درد، عصبانیت و ناراحتی را تجربه می کردم. دیوارهای اتاق شروع به چرخیدم دور سرم کردند. چشمهایم از گریه های بیوقفه می سوخت. صاحب خانه وحشت زده شد. سعی می کرد دلداریم بدهد. اما خیلی آشفته بودم. به جولیایی فکر می کردم که دیگر وجود نداشت. از خودم می پرسیدم چه چی چیزی می توانست اتفاق افتاده باشد که تمام عشقش به من این گونه تمام شود. چه کسی جولیا را مجبور کرده بود چون این خواسته ای را بپذیرد؟ ثروت یا عشق به دیگری؟ نسبت به پدرش و خواستگار جدیدش تنفری را حس می کردم. فکر کردم شاید روزی به حسابشان برسم که به عشقم و پداکاری هایم احترام نگذاشتند. دیگر سر کار نمیرفتم. گفتم حالم خوب نیست و باید به خانه برگردم. از دوستان خداحافظی کردم و اولین قطار ایتالیا را سوار شدم. در تمام طول راه به جز جولیا به چیز دیگری فکر نمی کردم. تصور می کردم واقعی نباشد و احتمال می دادم نامه را کسی دیگری برای آزار دادنم نوشته باشد. شب به شهرم رسیدم. صبح خیلی زود جلوی خانه جولیا بودم. موقعی که مرا از پنجره دید شروع به گریه کرد. اما بیرون نیامد. پدرش آمد با حالتی مغرورانه از من پرسید چیزی میخواستی؟ دیگر هیچ چیز ندیدم. خودم را به طرفش انداختم. در یک لحظه چشمان جولیا به روی من بسته شدند. پدرش را رهانه می کردم. مردم دورمون جمع شدند و فریاد می دیوانه دیوانه مرا از پدر جولیا جدا کردند و قبل از آنکه بلای سرم بیاورند دور شدم. فریاد میزدم. برای به دست آوردن جولیا برمیگردم و اگر او را به من ندهی ماجراهای بدی رو خواهد داد. شامدارم ها با خبر شدند. اما قبل از آنکه که محاصره هم کنند مانند مرد خطرناکی از شهر دور شدم و از چنگشان گریختم. روزی مخفیانه نزد مادرم رفتم. پدر جیوانی به سراغم آمد. متوجه آشفتگی هم شده بود و اینکه در حال فرار از خطر هستم. مادرم را تسکین داد تا از غم رها شود. با نگاه محبت آمیزش مرا هم آرام کرد. مدت طولانی با من حرف زد. به صحبتهایش و نصیحتهایش گوش دادم. گفت انتقام تنها چیزی است که زندگیم و زندگی دیگران را خراب می کند. گفت برای من دعا می کند و اینکه مرا رها نخواهد کرد. ملاقات با پدر جیبانی حالم را بهتر کرد. به خودم آرامش دادم. با حالتی حق به جانب شروع به بحث می کردم. یک تغییر کلی در من رخ داد اگر میخواستم بیش از این به انتقام تمایل نداشته باشم باید میرفتم تا هیچ کس را دوباره نبینم باید در سکوت به دور از همه کس و همه چیز زجر میکشیدم تصمیم را برای پدر جیبانی مطرح کردم چند روز بعد از آن به کاجستان آمدم جایی که جولیا را دیده بودم همینجا مکان خوبی است سیریو گفت همون لحظه از مرد پرسیدیم آیا دوباره جولیا را دیده؟ با ترش روی به ما نگاه کرد و گفت نه. از آن به بعد جولیا از چشمم افتاد. اگر واقعا مرا دوست داشت منتظرم میماند. عشق او واقعی نبود. ازدواج با مردی پولدار متضاد دان خوشبختی بود که روزی برایم گفته بود. اگر واقعا مرا دوست داشت به دیدنم میآمد. حالا میگویند من دیوانم. شما قضاوت کنید. آیا مردی همچون من می میتواند دیوانه و خطرناک باشد؟ امیدوارم اگر روزی با عشقی مواجه شدید، آنچه برای من اتفاق افتاد برای شما اتفاق نیفتد. دردی به این بزرگی می تواند کشنده باشد. حالا با زندگی در اینجا آمرزش و پرستش را یاد گرفتم. طبیعت با محبت است. به دیدنت می آید. اگر ناامید باشی به تو کمک می کند. هر بار با خودم می گویم خوشبخت هستی زیرا در دنیا تنهایی چون خداوند به کسانی که هیچ کس را ندارم کمک می کنند. ساکت در کنار تو می و تو را همراهی میکنند خداوند متعلق به همه ماست. اما در آن تنهایی فقط متعلق به کسی است که در دنیا تنهاست. این درختان مرا با شاخهایشان حمایت میکنند حیوانات مرا با آرامششان جلا می دهند. سیریو گفت مرد دیوونه وقتی داستان زندگی و عشق ناکام و بی سر انجامش رو تعریف کرد گویی از بار سنگینی رها شده باشه آروم شد خیلی خوب میشد فهمید که داستان مرد دیوانه تأثیر عمیقی روی سیریو داشته در حالی که در مورد آن صحبت میکرد به او نگاه میکردم متوجه بودم چقدر در گفتارش تأثیر داشته آن تجربه انسانی را با ذکابت فوقالعاده بیاد می و آن را با وقفه های مناسبی تعریف میکرد. مرد دیوانه به او و رفقایش در جواب این سوال که چگونه آنجا غذا تهیه میکنند و چه کسی به دیدنش میآید گفته بود با خوردن ماهی که آن را از رودخانه سید میکنم و از بلال و گندمی که از حاشیه مزاره بعد از درو جمع میکنم از میوه های وحشی قارچها ها و تمام آنچه که طبیعت به من عرضه میکند تغذیه میکنم نمیدزدم و از دزدی دیگران نیز استفاده نمی کنم. یک بار در هفتم پدر جیوانی به دیدنم میآید. چیزی برای خوردن برایم می آورد. لباس کهنه، پتوها و وسایل جزئی. مادرم که مرده، تنها پدر جیوانی می تواند به کلبه هم نزدیک شود. صبحدم با آواز پرندگان بیدار می شدم و شب هنگام با اولین ستاره ها به خواب می رمم. دیدید کاجستان چقدر زیباست؟ مانند دریای سبز بزرگی است. سیریو گفت حرفای مرد دیوانه نهیبی به ما زند. در ذهن همه ما پسرا تصویر لونهایی که خراب کرده بودیم نقش بست. ناله مادراشون تدایی می شد که دوربر لونهی که ما خرابش کرده بودیم سرگردان میگشتند و دنبال جوجه بودند. بودن. با لذتی احمقانه سعی می کردیم مخلوقات کوچک آسمانی رو بدزدیم. هر بار که میتونستیم لونه ای پیدا کنیم که پر از جوجه باشه الفیو آواز خوشبختی سر میداد از دیوونه پرسیدیم آیا نیاز به کمک داره و آیا کاری از دست ما برای او برمیاد لبخند زد و گفت برای من کافی است که دوست شما باشم هر موقع میخواهید پیش من بیایید هنوز برایتان بخشی از زندگیم را تعریف نکردم هیچ چیز مرا به هیچ کس حتی والدینتان نگویید انگار مرا ندیدید هیچ چیز از من نمیدانید. موقعی که پیش من میآیید اگر توانستید پس مانده غذایی برای سگم بیاورید. در این روزها هیچ چیز خوردنی مناسب او نداشتم که بدهم بخورد. سیریو گفت در اون لحظه که با دیمون خدا می کردیم تو چشماش تمام عشقی رو که به جولیا داشت می دیدیم و دردی رو که به خاطر از دست دادن و ترک رو او چشیده بود حس می کردیم. در میون عرفای بلند به هیچ کلامی دور شدیم. صحبتهای این مرد کاجستان بر ما اثری عجیب گذاشته بود. گهگاه دلمون خواست رو برگردونیم و به او کلا به گیاهای انبوه گم می شد نگاهی بندازیم. سیریو باز به با آسمان نگریست. بعد رو به من کرد و گفت نگاه کن. چقدر امشب آسمون صافه. حتی دورتن ستاره هم دیده می شن. چقدر دنیا پرتنش و رازها بزرگ هستن. ما در مورد اونا چی می دونیم؟ در مورد اون که از اون بالا رخ میده در زیر چنین آسمانی غیر ممکنه تک نکنیم بالای سر ما کسی وجود داره که ما رو هدایت میکنه اغلب برای نگریستن به برگا، گلبرگا، گلا، شاخه ها و درختها و حشرات نمیگیستیم در حالی که در همه اونها رازی نافته است حتی در یک قطعه شبنم دنیایی راز هست سیریو ادامه داد روزی در حالی که به کاجستان میرفتیم نزدیک به چشمه آبی ایستادیم که با گذر زمان تبدیل به گودالی بسیار کوچک شده بود در آب زلال مایی های کوچکی بودند و در اطراف گودال سنجاکا پرواز میکردند ما کمی در سکوت به اونا نگاه کردیم و بعد هر کدوم از پسرها سنگریزه هایی به گودال کوچک پرتاب کرد هر سنگریزه که پرتاب شد تعداد زیادی دایره تشکیل میداد که بزرگ و سپس محو میشدند به نظر میآمد سنگها آب و لمس میکنند در همون لحظه سنگی بزرگترین دایره را تشکیل داد. اون تصویر برای لحظات کمی باقی موند و ما گمان کردیم حضور خدا را اسم کنیم. راز دیگه ای که در مورد اون میخوام صحبت کنم اون دکتر بچه ای که چند ماه قبل در اصل یک بیماری مرد. واردینش گریه میکردن. همه ای اونایی که اونو میشناختن گریه کردند چون دخترک زیبا و با محبت بود. همیشه میخندید. شب قبل از تسجیه جنازه اتفاق عجیبی افتاد و دکترک بیدار شد. به مادر و پدرش که سعی داشتند باورش کنند سلام کرد و گفت هنگامی که من مردم شما نبودید. برای خدافزی از شما و تبسم به شما برگشتم. به خدا میسپارمتون بعد دخترک به سرعت به خواب رفت و همه چیز در اطرافش همانند قبل سوگوار شد. چند دقیقه رو در سکوت گذروندیم. بعد سیریو ادامه داد. اون که الان شنیدی به دلیل آماده کردن تو بود برای درک مهمترین بخش داستان. در پایان باید همه چیز رو با تبسمی به یاد آورد. اگر اندوناکه اما باید همراه با لبخند شیرینی باشه. سیریو ادامه داد به این ترتیب کاجستون تبدیل به باغ جادویی ما شده بود. تقریبا هر روز به اونجا میرفتیم، و عملا یاد می گرفتیم تمامی جنگل را با بهارها، زمستونا، روزهای آفتابی تابستون و خاکستری پاییزش بشناسیم. بندبازی سنجابا روی شاخه ها رو دنبال میکردیم و اسم می کردیم خوردن میوه کاژ کاش براشون لذت بخشه. روزی راجع به برگ زردی که در دستامون داشتیم بحث فیلسوفانه ای را آغاز کردیم. یکی از ما متوجه شد درونش ابریست و بقیه اون آسمونه. به او گفتم بارونه زیرا بدون بارون درختها نمیتونن رشد کنند و بدون درختها برگا قد نمیکشند اما اگه بارون بود احتمالا هنوز خورشید وجود داشته زیرا بدون روشنایی شاید هرگز درختان متولد نمیشدند به ذهنمان دهقانهایی رسیدن که درختها را کاشته بودند مطمئنا نون میخوردم تا زنده باشند و کار کنند و به این ترتیب در اون برگ زرد شده دونه گندم هم وجود داره. مدتی طولانی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در آن برگ باد، باران، خاک، خورشید، ابر و تمام افکار ما وجود دارن. کاجستان قلم رو سهرامیز ما بود. در ارتباط با طبیعت جایی برای شک و تنهایی نبود. بین میوه ها و گل ها و حیوانات و گیاهان زندگی خشخش میکرد. ما اغلب روزها به سراغ دیوونه میرفتیم و برای سگش خوراکه می بردیم. تمام بعد از ذرا به او گوش می دادیم و ماجره های زندگیش رو میدونستیم. داستان اشقیش رو جز به جز برای ما به تصویر کشیده بود. وقتی دیوونه سازدهنی میزد زد، سراپا گوش می شدیم و الفیو همراه سازدهنی ترانه سر میداد. داد. پسرهای دشت به بازی با ترکه های نی و کشتی کوچکی که از برگ ساخته بودند ادامه دادند. ناگهان آب رودخانه در بادی که میآمد خروشان شد و ابرهای سیاه نزدیک شدند پسرها برای بازی با کشتی کوچک ساخته شده از برگ بر ساحل دنیای بیکران ماندند ما با ساکن دیگر کاجستان اسب سفیدم بازی میکردیم از فاصله دور ما رو میشناخت و به دیدنمو میومد یه بار در هفته او رو به کنار ساحل میبردیم و با او خوش میگذروندیم رو پشت سوار می شدیم و مدتی طولانی بر روی ساحل می دویدیم. ابر خوشبختی و لذت ما بود. از او یاد گرفتیم برای هر صدایی به چیزهای کوچک نگاه کنیم. برای گلی که میشه گفت و برگی که زرد می شد و بال پروانه ای گوش را تیز کنیم. هر روز رازهای خلقت را کشف می کردیم. فعال مانند مورچه ها، چابک مانند سنجاب ها، سریع مانند باد بودیم. همه آنچه که در مدرسه هرگز به ما یاد ندادند را آموختیم. سیریو اینها را که گفت ناگهان صدایش به شد و با آنکه سعی داشت احساسش را پنهان کند با لرزشی خفیف ادامه داد. بالاخره یه روز اون دنیای جادویی ناپدید شد. در یک بعد از ماه جوان اتفاق افتاد. خورشید رو دشت پایین اومده بود. آسمون غبارالود بود. خبر به شهر رسید که کاجستان در حال سوختنه. فریادی درناک و لحظه ای آشفته بود. کاجستان را حریق وسیعی فرا گرفته بود. هر کسی در شهر در مورد آن چیزی می گفت. دیوانان آن را تکرار می کردند. از اندازه بوی دود که همراه باد انتقال می میشد می شد عمق فاجعه را دریافت. شاید کسی صحبن یا عمدن کبریتی و یا تحسیگاری را بر روی علفهای خشک انداخته باشد. بیرمق دویدی دنیای ما در حال سوختن بود. به دیوانه، سگش و اسب سفید، به درختان کاجی که اغلب از آنها بالا می رفتیم و به کاجستان ما می اندیشیدیم. رویه های بچگی های ما بهشت سبزی که در آن ساعتهایی فراموش نشدنی را گذرانده بودیم در حال سوختن بود. با بغز در گلو می الفیو فریاد می زد، جانیا جانیا بوی چوب سوخته شدیدتر می شد. دود آسمان را پنهان کرده بود. از دور صدای فریاد دهقانان می آمد. چه وهم و خیالاتی از ذهنمان می گذشت در حالی که در چمنزارها و مزاره شخ زده می روزهای خوشبختی را به یاد میآوردیم. به دیوانه فکر می کردیم و اینکه چه بر سر او و سگش آمده است. نه نه نمی توانستیم فکر کنیم که شعله های آتش کلبهش را سوزانده باشد و او آنجا مانده باشد بدون آنکه بتواند کلبش، خودش، سگش و اسب را نجات دهد. میدویدیم. باز میدویدیم و قلبهایمان دیوانه می تپید. باد از روی صورت هامان را پاک میکرد. چه جاندارانی که آنجا در حال سوختن بودند. به دهغانی رسیدیم. گفت جهنم آتش است. نمی شود هیچ چیز را نجات داد. همه چیز دارد خاکستر می شود. در حالی که به کاجستان نزدیک می شدیم قلبهای من فشرده تر می شود. چه روزهایی را در میان درختان و در دل طبیعت گذرانده بودیم. بچه های امروزی تقریبا هیچ چیز از آن دنیای سبز را نمیشناسند شاید هرگز پرنده ای را بلا فاصله بعد از تولد ندیدند. نمیدانند در غروب بارانی که صورت را خیس می کند چه تعم و مزه دارد. صدای باد را هنگامی که در زمین بکری میوزد هرگز نشنیدند. در حالی که میدویدیم تمام خاطرات و رویاهایمان پراکنده میشدند فریاد دهگانانی که میدویدند دو سعی میکردند ها را خاموش کنند شنیده میشد از یک جایی به بعد دیگر نمیتونستیم در راههای بادی که جنگل بدوییم دویدن ما تا آخرین نفس مثل فریادی از درد بود که در جنگل سوخته گم میشد دهقانها با نگاهی گم شده در ابراهی از دود از پنجره خونههاشون خم شده بودند و به شعلههایی نگاه میکردند که درختان را میبلیدند اونها برای کمک فریاد میزدند. وقتی کاملا دقت کردیم فهمیدیم حریق بسیار بزرگتر از آن چیزی است که ما در طول مسیر تصور میکردیم. با حول و حراس ایستادیم. دیگه نمیدونستیم چی کار کنیم و چی بگیم. در مقابل ما ها تبدیل به تل خاکستر سوزانی شده بود. سیریو به اینجا که رسید داستانش را قطع کرد. صدایش خسته به نظر می رسید. درد آن روز دوباره زنده شده بود. دیر وقت بود. ساعت یک نیمه شب بود و داستان سیریو در مرحله انتهایی و دردناکی قرار داشت. به او خیره شدم و غیر مستقیم گفتم ادامه دهد. گفت گرمای غیرقابل تحملی در فضا بود. آتش نشان ها اومدن و آب رو با فشار به سمت شاخه ها هدایت کردند. اما اثری نداشت. کاجستان ما در هریمی وحشتناک می سوخت و چهره همه را دودالود کرده بود. اشخاصی که در بین شعلا حرکت میکردند به نظر شبه های بسیار ترسناکی می رسیدن. با تأثیر به هر کسی که برمیخوردیم از او در مورد دیوانه و سگش و اسب سوال می کردیم. دیوانی به ما گفت از اون مرد هیچ رد پایی پیدا نکردن. همراه سگش ناپدید شده. لرزون و پریشون منتظر موندیم. فراونی عشق جملات رو غرق می کرد و نمی تونستیم هیچی بگیم. مردی که دوستش داشتیم دیگه نبود. با تلاش فرامون و کمک آتیش نشان ها تا اونجا که میشد جلو رفتیم همه چیز نابود شده بود ما میدونستیم که گیاهان هم مثل تمام مخلوقات دیگر دنیا حس میکنن و زجر میکشن اونا به شکل دیگه گریه میکنن اما واقعا گریه میکنن به نظرم ناله های اونها رو میشنیدیم حالا در بین گیاهای های سوخته قدم میزدیم به آرومی از ترس اینکه گیاه های کوچکی که هنوز نسوخته بودن را له نکنیم جلو میرفتیم به دنبال کسایی که میخواستن حریق رو خاموش کنن به پیش میرفتیم. صداهای مهیب شعله های آتش رو میشنیدیم که دنیای سبز ما رو ویرون میکرد. دردی به این بزرگی رو هرگز تجربه نکرده بودیم. از راه های دود گرفته ای میگذشتیم که اغلب اوقات اونا رو پابرنه تهی کرده بودیم. گایی می تا کاجای سوخته بدون شاهر رو نوازش کنیم. دعا کردیم اقل بارون بباره. خواستار ابر سیاه بارانزای موقتی بودیم که شاید حریق رو خاموش کنه و شاید برخی چیزا رو در جنگل نجات بده. به نقطه رسیدیم که به خوبی میشناختیم. درخت کاج قدیمی که بر روی پوستش تاریخ روز خاصی رو کنده بودیم تا نشانه عشق پاک نشدنی ما به اون محل باشه. کمی دورتر به فضای چمنزار اونجایی که کلبه دیوونه قرار داشت رسیدیم. همه چیز سوخته بود. هیچ چیز باقی نمونده بود. تقریبا هیچ چیز. بار دیگه بغزی گلمون رو فشرد. بود زده به دودی که از دست این نی و شاخه ها و گیان و اطرافش بالا می اومد نگاه کردیم. تنه درختی که نخستین بار بر روی اون نشسته بودیم از شعله ها جون به در برده بود. مثل همون روزای آفتابی که در گذشته روش می شستیم، نشستیم و به نظر آوای آهنگی رو که دیمونه با سازدهنیش می زد می شنیدیم. روی زمین در بین های سوخته عروسک کوچیکی که که پیدا کردیم که احتمال میدادیم مال دیوونه باشه اما او در مورد اون هرگز صحبت نکرده بود شاید بخشی از داستان عشقیش بود که میخواست مخفی بمونه هر جا میرفتیم به نظرمون آوای سازدهنه میومد. مدت زمان زیادی در اون محل رویایی غرق در آتش و دود موندیم برای لحظه ای باور کردیم که دیوونه هنوز داره می نبازه. اما حقیقت تلخ بود دیگه نه دیوونه بود نه اسب حتی سگ داستان مرد افسانه کاجستان به پایان رسیده بود. سیریو ادامه داد حتی از افرادی که اونجا تماشاچی آتش بودن خبرایی میگرفتیم اما هیچ کس چیز تازه‌ای برای گفتن نداشت. هیچ کس دیمونه رو حتی از دور ندیده بود. نمیدونستیم که آیا نجات یافته، سوخته، مخفی شده و یا به جای دیگه ای رفته. یکی از دقان ها میگفت گفت تصادفی نبودن. خدا میدونه. دیوونه فرار کرده و در کوهستان با سگش مخفی شده چون اون بالا هیچکس اونو پیدا نخواهد کرد و اون میتونه با خیال راحت به زندگیش ادامه بده دیگری اضافه میکرد شاید هم سوخته باشه چون در اون زمان اونجا بوده و راه فراری نداشته به دهکده های اطراف هم که نمیتونه سگوریخته باشه چون مردم از اون متنفر بودن و میگفتن اون نفرین شده است و بچه ها رو میترسونه ما از مردم دور میشدیم برای اینکه حرف اون بدجنسا رو در مورد دیوونه نشنویم اون روز فهمیدیم بدجنسی انسان چقدر میتونه زجرآور باشه به ظرفیت تنفر انسان ها پی بردیم همین تنفر و بدجنسی ها بود که جنگل بزرگ و نابود کرد جنگلی که منبع اکسیژن دهکده پناهگاه حیوانات و شادابی روزای گرم تابسون بود همین جنگل بود که چوب برای سوخت زمستانی اهالی مهیا کرد و نسیمی میوزوند که محصولات زمین های اطراف رو تغذیه می کرد. کسی که حریق رو به وجود آورده شاید یکی از همون است که میگفت گفت دیوونه نفرین شده بود و بچه هاشون رو می ترسوند. شاید همونها برای فراری دادن دیوونه حریق رو به وجود آورده بودند. این وضعیتی بود که به ذهنم می اومد. همراه بچه ها در بین شعله ها و دود میچرخیدیم و محلی رو جستجو می کردیم که اسب سفید اغلب در اونجا می استاد. به زحمت می‌شد عبور کرد. نزدیک به همدیگه دیگه را می رفتیم برای اینکه به هم شامد بدیم و گم نشیم. صدای پرنده های سردرگم در اون جهنم رو میشنیدیم، اما جز شاخه های بیبرگ و تنه های برافراشته به سمت آسمان خاکستری چیزی نمی دیدیم. بعد از سپری کردن مسافتی طولانی با گذشتن از کنار رودخونه در نهایت به محبته ای رسیدیم که اسب در اونجا زندگی میکرد. اونجا هم همه چیز سوخته بود. تعدادی از شاخه افتاده بودن. چمنزارم از بین رفته بود و پرچینهای اطرافش هم دیگه وجود نداشتند در بخش دیگر از کاجستان از دهقانانی که سعی میکردند شعلها را خاموش کنند سراغ اسب سفید را گرفتیم صدای فریادی از پشت فضای دودارو جواب داد اسب فرار کرده قبل از اینکه شعلهها تمام جنگل را بگیره و چیزهای دیگه ای گفت که فهمیدیم اونها صدای شگه طولانی اسب رو شنیده بودند مثل اینکه کسی رو صدا بکنه و اصل رو دیده بودن که به جلو و عقب رفت مثل اینکه به دنبال کسی بگرده و بعد به سمت دریا فرار کرده بود تعدادی از ماهیگیرا مطمئن بودند اسب رو روی ساحل دیدن که به سمت انواج میرفته و اونقدر شنا کرده تا در افق ناپدید شده حدیر کاجستان برای او نیز درد بسیار بزرگی بود چشمانش چه چیزی را در آن حادثه معیب دیده بودند شاید دیوونه دیده بودند که همراه سگش در جستجوی راه فراری بوده شاید پروانه سفید را دیده بودند که در بالای شعله ها پرواز میکرده تا خود را نجات بده. شاید هم سوختن درختان را دیده بودند که اغلب اوقات جان پناهی برای او بودند. آیا او به سمت دنیایی رفت که بتونه آرامش ابدی براش فراهم بیاره؟ به جایی که بر جنسی انسان نتونه آزارش بده؟ ترانه ای از الفیو به یادم آمد. آب رودخونه قایق ساخته شده از برگ ها رو به سمت دریا بود. پسرهای دشت دیگه هرگز او رو ندیدند اما مطمئنا قایق کوچک به آن طرف دریا رسیده است زیرا پسرها با تمام عشقشان آن را ساخته بودند ما برای اسب هم اشک ریختیم اما هیچکس متوجه نشد زیرا دود همه را وادار به گریستن کرده بود نمی توانستیم هیچ کاری انجام دهیم تقریبا هیچ کار و از همین ناراحت بودیم با اندوه و غم دور می شدیم بدون بازیافتن اصلی از مخلوقاتی که خیلی دوستشان داشتیم. این پایان بود پایان تمام دنیای ما جادویی که در ما به شدت و با احترام به طبیعت رشد کرده بود ساکت حرکت میکردیم الفیو دیگر آهنگی نمیخواند قلبش همانند قلبهای ما درد گرفته بود خورشید تقریبا غروب کرده بود که راه افتادیم برویم پرتوهای قرمز مانده از خورشید با های داخل جنگل مخلوط شده بود این آخرین فریاد دردناکی بود که از کاجستان بزرگ شنیده میشد در آن لحظه های درد و غم چیزی ما را متعجب کرد در بین شاخه های دود گرفته پرچین لانه چکابکی دست نخورده باقی مانده بود داخلش چهار پرنده کوچک جیک جیک می کردند. مادرشان هم در اطراف لانه به صدای آنها پاسخ میداد اما چیزی در منقارش نبود تا به دهان جوجه ها بگذارد فقط برای محافظت از آنها آنجا مانده بود آن لانه همانند مکانی حفاظت شده در میان ویرانه ها نماد آرزو و زندگی بود. جنگل بزرگ شاید دوباره با تمام مخلوقاتش متولد شود. پاها سوز شدند. منتظر ماندیم تا خورشید در دریا فرو برود و بعد برگردیم. گاهی به کاجستان نگاه میکردیم کاجستانی که دیگر وجود نداشت و نمیتوانستیم از آن دل بکنیم. هنوز میتوانستیم صدای سازدهنی دیوانه و شگه اسب سفید را بشنویم. سیریو ساکت شد. داستانش تقریبا به پایان رسیده بود. صدایش هم ضعیف شده بود. کلماتی از دهانش شنیده می شدند، اما چشمانش آرام بودند. آرزوهایی از گذشته زنده شده بودند و دوباره مرده بودند. اما انگار در روحش همیشه زنده و حاضر بودند. در آخرین حرفایش از بازگشت به خانه و نشستنشان بر روی همین سکویی که من و او اکنون نشسته بودیم سخن گفت و گفت که هیچ کدام از پسرها حتی کلمه ای نگفت زیرا از درون آشفته بودیم مثل اینکه گنجینه ای از رازمان را در کاجستان جا گذاشته بودیم آتش سوزی کاجستان پایان نوجوانی ما بود بعد از آن تجربه تلخ قویتر و شجاعتر آماده مقابله با دوران جوانی و زندگی بودیم میدانستیم دانستیم خاطره مخلوقاتی که شناخته بودیم و هیجاناتی که تجربه کرده بودیم تا همیشه همراه ما خواهد بود. سالها گذشتند و درختان دوباره رشد کردند و کاجستان امروز یک بار دیگر به آنچه که بود بازگشته است. همانطور که میدانی من اینجا را برای زندگی انتخاب کردم تا رنگی از خاطراتم داشته باشد. کلبم در بین شاخه های جوان نزدیک رودخانه پنهان شده است. در بهار پرچینها پر از لانه سنجاب است که میوه های کاج را بر روی سفال های سخف می اندازند. سگی هم برای محافظت دارم و روزهایم آرام می گذارند. دیر وقت بود. داستان تمام شده بود. به سمت خانه به راه افتادیم. از سیریو سپاسگزاری کردم برای حس چنین هیجان شدیدی. حرفش را به خاطر سپردم که گفته بود در پایان داستان باید همه چیز را با تبسم آرزویی به یاد آوری. گرچه کمی اندوگینی اما باید لبخند بزنی. با هم در سکوت آسمان خداحافظی کردیم.